اکثر آدم ها رضایتمندی و اون حال خوبه رو با هم اشتباه میگیرن. من میدونم این رو چون تخصصم این بوده. 25 سال اول زندگیم فقط دنبال این بودم حالم خوب باشه. مثل یک بچه که فقط دنبال خوشیه، توی 20 سالگی فقط میخواستم حالم خوب باشه. نکنید این کارا رو، برای اینکه حالتون خوب باشه هر کاری رو نکنید. حتی کارهایی میکردم که نسبت به خودم خیلی استبدی داشتم، ولی چون اون لحظه حالم خوب بود انجامشون میدادم. اون موقع رضایتمندی طولانی مدت و فدای هر خوشی زودگذری میکردم. واقعیت اینه که بین حال خوب زودگذر و ایجاد رضایت توی زندگی خیلی تفاوت هست. خب چطوری توی زندگی رضایت ایجاد کنیم؟ اصلا فرمولش چیه؟ 3 مرحله ساده داره که الان بهتون میگم. 1، باید خودتون رو مسئول رضایتمندیتون بدونید. نه همسرتون میتونه رضایتمندی رو بهتون بده، نه باباتون، نه بچه‌تون میتونه براتون رضایت رو به همراه بیاره. میتونن بهتون احساس خوب بدن، با محبت، یک بغلی چیزی، یک هدیه‌ای میتونن اون احساس رو بهتون بدن، اما تا ابد راضیت نمیکنه. شماره 2، باید توی یک کاری عالی باشی. وقتی توی یک زمینه عالی باشی احساس رضایتمندی میکنی در نهایت. وقتی تو هیچی خوب نیستی چه انتظاری داری؟ فکر کن مواد غذایی داری، یک آشپزخونه با سیستم خوب داری، ولی بلد نیستی اون آشپزی رو انجام بدی و غذا نداری بخوری. چطوری رضایت داشته باشی وقتی چیزی که میخوای رو نمیتونی داشته باشی؟ معمولی بودن احساس رضایت نمیده. باید توی یک کاری عالی باشی که به اون حس رضایت برسی. مورد آخر، دونستن تفاوت حال خوب و اون رضایتمندی است. برای خودتون یک نمره در نظر بگیرید. منم این کار انجام دادم، حتی تو ازدواج. چون یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایطی که باید دید توش احساس رضایت هستش یا نه ازدواج. به خودم میگم ببین الان کجای زندگی وایستادی؟ چقدر رضایت داری؟ از 0 تا 100 چقدر؟ اگر بالای 90 باشم اوکی، ولی نیازی ندارم 100 باشم. پس به این نگاه میکنم ببینم چقدر رضایت دارم از 0 تا 100. اگر بالای 90 باشه خوبه، ولی اگر زیر 90ه حالا چیکار میتونم براش بکنم بره بالای 90؟ شما هم این کار رو انجام بدید، حتما این رو امتحان کنید.